محمد خانی سخنگوی شهردار رژیم در تهران. در بررسی‌های ابتدایی مشخص شد که با یک حمله سایبری پیچیده و گسترده مواجه هستیم. با انتشار این تصاویر از دیتا سنتر مرکز فناوری اطلاعات شهرداری تهران در روز پنجشنبه 12 خرداد، یک گروه هکری مدعی شد که به زیرساخت دوربین‌های مراقبتی و سایت‌های شهرداری تهران دسترسی پیدا کرده. کارشناسان سایبری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران برای حفظ اطلاعات شهروندان و دفع کامل حملات سایبری تعدادی از سامانه‌های شهرداری تهران از جمله تهران من را آفلاین کردند. در بررسی ابتدایی مشخص شد که با یک حمله سایبری پیچیده و گسترده مواجه. تدبیر ابتدایی که اتفاق افتاد این بود که اون بخش از خدمات شهرداری تهران که امکانش رو داشت تا به صورت آفلاین خدمات رو به مردم بده و امکان اصلا توقف اونها نیست، این تدبیر در موردشون اتفاق بیفته و بقیه سرویس های مجموعه شهرداری تهران که بیش از 170 سرویس هست به صورت موقتی محدود شد تا اطمینان حاصل بشه از پایداری این خدمات و جلوگیری از حملات مجدد یا مقابله با اونها. در نهایت علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد سامانه های شهرداری 21 خرداد در دسترس شهروندان قرار گرفت. با گذشت 11 روز از اختلال در سامانه های شهرداری تهران، حالا حرف ها متوجه مقصران این حمله سایبری است. از نقل قول مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بر دست داشتن موساد و منافقین تا شایعه کشف جاسوس در شهرداری، باید در روزهای آینده دید کارشناسان سهم کم توجهی به امنیت سایبری در اختلال در سامانه‌های شهرداری را چند درصد اعلام می‌کنند. آقای دکتر جلالی، خب گزارش در مورد حمله سایبری به زیرساخت شهرداری تهران بود. بفهمید چه اتفاقی رخ داد؟ آیا شهرداری تهران هم از اون دستگاهی بود که شما هشدارهای لازم رو داده بودید ولی توجه بهش نشده بود؟ نکته مهمش اینه که ما سال 95 و سال 97 توی برنامه‌های مانوری که انجام میدادیم دو تا مانور این شبکه شهرداری انجام دادیم و اشکالات ضعف‌های اون حوزه رو درآوردیم و به صورت مکتوب هم خدمت شهردار وقت و تیمش موقع دادیم. اونجا دنبال میکردیم، حالا یه برنامه تنظیم کردیم که با تیم شهرداری بتونیم در واقع یک توی برنامه موقتی امسازی استاری انجام بدیم. امروز 23 خرداد 1401 از روز 12 خرداد امسال سایت تهران من که مربوط به شهرداری تهرانه دچار اختلال شد. دو روز پیش شهردار تهران گفتش که مشکل تهران من حل شده و شهروندان میتونن از تمام بخش‌های این سایت که بخش خدماتی برای شهروندان تهرانه استفاده کنن. ما الان باز کردیم این تهران منو. اینو نکته رو بگم که ما نه پروکسی روشن داریم نه فیلتر شکن. الان بعضی از بخش‌ها باز میشه، مثلا ورود باز میشه برای ورود به حساب، ولی بعضی هم باز نمیشه. با وجود اینکه این یه سایت شخصی نیست و به هر حال خدمات رسان هست شهرداری به تمام شهروندان تهرانی و به نظر میرسه که همه اینها باید الان در دسترس باشن دیگه بعد از گذشت این همه مدت 12 روز. آخوند ابتهی مشاور آخوند شیاد روحانی خطاب به آخوند جلاد رئیسی به خاطر ناتوانی در مقابله با حملات سایبری: به جای صیانت از ما فعلا از خودتان صیانت کنید و مراقب هک‌های هر روزه دستگاه‌های حاکمیتی باشید.